آیا تا به حال این سوال به ذهنتون خطور کرده که ممکنه سینا ولی‌الله مثل امین فردین دست نشانده خود حکومت ایران باشه؟ اگر یک بار هم به این سوال فکر کردین، لطفاً برای شنیدن رازهای پنهان و باور نکردنی زندگی سینا ولی‌الله از مجریگری تا بازیگریش توی صدا و سیمای ایران تا مهاجرت و ازدواج جنجالیش با استاد دانشگاه انگلستان با ما همراه باشید که قطعاً شگفت زده میشید. اما قبلش لطفاً کانال رو سابسکرایب کرده و زنگوله کنارش رو فعال بکنید تا به محض آپلود ویدئوی جدید حتماً بهتون اطلاع داده بشه. این روزها تعطیلی برنامه چندشنبه با سینا با اجرای بسیار جذاب سینا ولی‌الله توی فضای مجازی سر و صدای بسیاری به پا کرده که علاوه بر این جایگزینی این برنامه پرمخاطب با برنامه شب ترانه با اجرای بیژن مرتضوی باعث دامن زدن بیشتر به این جنجال ها شده که توی ویدیوهای قبلی درباره علل تعطیلی و جایگزین شدن این برنامه کاملا توضیح دادیم. لطفاً ویدیوهای قبلی رو حتما تماشا بکنید. اما از اونجایی که سینا ولی‌الله یکی از شخصیت‌های شناخته شده است و طرفداران و منتقدین بسیاری هم داره، تصمیم گرفتیم تا بیشتر ایشون رو بشناسیم. آقای سینا ولی‌الله مجری و تهیه کننده ایرانی ساکن لندنه. اون متولد 25 مهر 1355 در تهرانه. لیسانس گرافیک و فوق لیسانس ارتباطات داره. سینا ولی‌الله با توجه به رشته دانشگاهیش زمانی که میخواست در واحد گرافیک صدا و سیمای ایران استخدام بشه، صدای اون باعث استخدام در قسمت گویندگی رادیو شد و توی برنامه های مثل صبح و ورزش، تازه ها، نگاهی به مطبوعات و شبانه به عنوان مجری و گوینده حضور داشت و چند سال بعد هم برای اجرا به شبکه تازه تأسیس جام جم دعوت شد و به عنوان مجری و تهیه کننده در ویژه برنامه‌هایی مثل جام جهانی، جام ملت‌های آسیا، جام باشگاه‌های اروپا و پارا المپیک در شبکه ورزش خبر فعالیت داشت. شاید باورتون نشه که سینا ولی‌الله سابقه بازیگری رو هم داره. اون در سال 1383 توی سریال مروارید سرخ به ایفای نقش کوتاهی پرداخت. البته نقشش خیلی پررنگ نبود و یک نقش کوتاه داشت، ولی توی این سریال کنار بازیگران مشهوری چون مهدی پاکدل، یوسف تیموری و مرحوم پوپک گلدره حضور داشت. سینا در سال 2005 به دعوت PMC از ایران مهاجرت کرد و به مدت 5 سال به عنوان مدیر تولید و مجری توی این شبکه فعالیت داشت و در اواخر سال 2009 مدیریت شبکه فارسیوان رو بر عهده گرفت و در این شبکه امتیاز تولید نسخه فارسی برخی برنامه‌های فارسی مثل تمام یا دوام رو دریافت کرد و بعد هم با انحلال شبکه فارسیوان به رادیو جوان رفت و برنامه سینا شو رو اجرا کرد و در نهایت به شبکه MBC پرشیا رفت و اجرای برنامه چندشنبه با سینا رو ادامه داد. اما سینا ولی‌الله وقتی 32 ساله بود، یعنی تقریبا 3 سال بعد از مهاجرتش، با خانم دکتر روانشناسی به نام سمینه شهیم استاد دانشگاه ریچموند انگلستان آشنا و با همدیگه ازدواج کردند. خانم شهیم علاوه بر اینها نویسنده کتاب کارما هتل هم هستند. آشنایی اونها از یک مصاحبه رادیویی توی یکی از برنامه‌های تلویزیونی سینا شروع شد و در نهایت هم به ازدواج این دو ختم شد. ثمره این ازدواج یک دختر زیبا به نام دیبا هستش. چند شنبه با سینا برنامه‌ای که در قالب چند آیتم طنز علیه شخصیت‌های برجسته ایران به جز تعدادی از اونها تهیه تولید و پخش می‌شد. اما سوالی که اینجا مطرحه اینه که چرا سینا ولی‌الله هیچگاه درباره دو مورد طنز نمی‌سازه و درباره اونها هیچگاه صحبت نمی‌کنه و این جای سواله. آیا اون نمی‌تونه دست نشانده خود رژیم باشه؟ این سوالیه که در ادامه می‌خوایم بهش بپردازیم. لطفاً قبلش اگر ویدیو رو تا اینجا دوست داشتید حتماً رو لایک بکنید، کانال رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید تا به محض آپلود ویدئوی جدید حتماً بهتون اطلاع داده بشه. سینا ولی‌الله کسیه که به ظاهر طنزهای گزنده علیه دولت مردان رژیم اشغالگر ایران درست میکنه که برای مردم ستم دیده ایران بسیار خوشاینده، اما این دقیقا برنامه خود رژیمه.
این گونه افراد فقط سوپاپ اطمینانی هستند که با شوخی گرفتن مشکلات مردم و طنزسازی از دزدی‌ها و جنایات رژیم زهر و سم و تلخی‌های اونها رو از بین می‌برند و مردم رو در مقابل اونها بی‌تفاوت می‌کنند. این یک تکنیک روانشناسیه که اگر شما به یک مشکل، درد، بدبختی، ظلم و ستم و هر آنچه که میتونه برای شما ناراحت کننده و غمبار باشه یا میتونه شما رو عصبانی بکنه بخندید، دیگر براتون ناراحت کننده و غمبار و خشم‌آور نخواهد بود. سینا ولی الله همه چیز رژیم ایران رو به سخره میگیره و از اون طنز درست میکنه، به غیر از دو مورد: رهبری و بیت رهبری و سپاه. و این بزرگترین نشانه مأمور بودن اون هستش، چرا که فقط مأموران رژیم خط قرمزهای اون رو رعایت میکنن. حرف نزدن علیه رهبر و سپاه یکی از بزرگترین نشانه های مزدوران جمهوری اسلامیه که به ظاهر با جمهوری اسلامی دشمن هستن و خودشون رو طرفدار مردم نشون میدن. سینا ولی الله به صراحت از مهران مدیری که اتفاقا اون هم مأمور رژیمه و کار تلطیف احساسات تند مردم رو در داخل ایران بر عهده داره طرفداری میکنه، که نشان از ارادت اون به یک مأمور همکار داره. سینا ولی الله هم مانند امین فردین در ایران خبرنگار صدا و سیما بوده. پدرش کارمند اداره برق و مادرش کارمند وزارت ارشاد بوده. مسلماً انتظار نداری چنین کسی که از چنین خانواده سربرآورده میلیاردر و برج‌ساز باشه. اما اون اکنون سالهاست که در دبی به تجارت و برج‌سازی مشغوله و ثروت بسیاری هم به هم زده. در حالی که توی ایران یک خبرنگار قراردادی صدا و سیما بیش نبود، این ثروت عظیم ظرف مدت کم از کجا اومده؟ سینا با طنزی بسیار گزنده از بسیاری از دست‌اندرکاران جمهوری اسلامی، از رئیس جمهور گرفته تا نمایندگان مجلس، استاندارها و فرماندارها، البته به غیر از رهبر و سپاه، به شدت انتقاد میکنه و در ظاهر دشمن جمهوری اسلامیه. اما چجوریه که سایر دشمنان جمهوری اسلامی مثل روح الله زم و جمشید شارمت باید روبوده و به ایران آورده بشن و در اینجا محاکمه بشن، اما کسی مثل سینا و علی‌الله به راحتی در دبی کار و تجارت میکنه و هرچی که میخواد علیه جمهوری اسلامی حرف میزنه و کسی هم کاری به اون نداره و اون آزادانه هر مدل حرفی که دوست داره میزنه. در حالی که روح الله زم رو از عراق به ایران آوردند و اعدام کردند، جمشید شارمت رو از دبی به ایران آورده و مشغول محاکمه اون هستند تا اون رو هم اعدام بکنن، ولی به سینا ولی الله که زبان گزنده تر و تندتر و تیزتری هم داره کاری ندارن و در کمال امنیت بیخ گوش جمهوری اسلامی توی دبی مشغول تجارت و ساخت و ساز هستش. دوستان خوبم، این متن نظریه به هیچ عنوان نه مورد تایید کانال ماست و نه ما اونو ردش میکنیم. ما فقط جهت اطلاع رسانی اینها رو عنوان کردیم. تصمیم و نظر نهایی با خود شماست. ممنون میشم نظرات ارزشمندتون رو حتما توی کامنت ها برامون بنویسید. اگر از این ویدیو خوشتون اومده حتما اون رو لایک بکنید و با دیگر دوستانتون به اشتراک بگذارید. اگر هنوز عضو کانال ما نشدید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و زنگوله کنارش رو هم فعال بکنید. در ادامه پیشنهاد میکنم که ویدیوهای پیشنهادی روی سفر رو حتما تماشا بکنید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.